سرخط خبرها. تعطیلی چند وزارتخانه و اداره دولتی در آمریکا در پی اختلاف بر سر لایحه بودجه. احزاب رقیب در کنگره درباره تامین هزینه ساختن دیوار در مرز مکزیک به توافق نرسیدند. اعدام سلطان قیر به جرم فساد اقتصادی در ایران. حمید باقری درمنی به دار آویخته شد. آغاز ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. داوطلبان 12 روز فرصت دارند. من تستو دادم و از اون همه پسریش که قبول نشد، من قبول شدم و خلاصه شدم، کلی ذوق که رفتم تو تیم بدلکاری. اولین بدلکار زن ایرانی میگوید چطور قالب‌های سنتی را شکسته. سلام و عصر بخیر. در آمریکا بخشی از ادارات و خدمات دولتی به علت تصویب نشدن قانون بودجه از نیمه شب دیشب تعطیل شدند. قانون بودجه تصویب نشد چون دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در مجلس سنا بر سر اختصاص منابع مالی برای احداث دیوار مرزی با مکزیک اختلاف دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که اگر دموکرات‌های سنا با احداث دیوار مرزی با مکزیک موافقت نکنند، برای تعطیلی طولانی مدت دولت آمادگی دارد. بهمن کبوسی خبرنگار ما از نیویورک با ماست. بهمن، هیچ نشانه ای هست که بگه به ما که این تعطیلی ها چقدر بالاخره طول خواهد کشید؟ نه، به دو دلیل. یکی اینکه الان وارد تعطیلات کریسمس و همچنین سال نو میلادی میشیم و نمایندگان ترک کردن پایتخت آمریکا رو، در نتیجه چشم‌اندازی وجود نداره که بلافاصله اگر هم حتی توافقی بکنن برگردن و رأی بدن. این یک بخش ماجراست. بخش دیگرش این است که اختلاف بنیادی نیست که همچنان در دو سال گذشته ادامه داشته و اون این است که دموکرات‌ها میگن ما حاضریم پول و بودجه اختصاص بدیم برای امنیت در مرز، افزایش تمهیدات امنیتی در مرز با مکزیک، ولی نه برای ساخت یک دیواری که اونها میگن هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و فقط یک کار تبلیغاتی است. در مقابل جمهوری‌خواهان و آقای ترامپ مخصوصاً شخصا میگوید که نمیتونید مرز رو امن بکنید و جلوی ورود مهاجران رو بگیرید مگر اینکه یک دیوار بزرگی اینجا ساخته بشه. این دعوا ادامه داشته، ولی حالا آقای ترامپ به تبع نگرانه که با آمدن اکثریت دموکرات به مجلس نمایندگان درست 8 روز از حالا در آغاز سال میلادی، وقتی کنگره جدید کارش آغاز می‌کنه، دیگه کمترین شانسی برای اینکه این بودجه رو اختصاص بده نداره و برای همین این روزهای آخر کنگره که فعلا همچنان کارشو داره ادامه میده و اکثریت دارن جمهوری خواهان، این فرصتی است که فکر میکرد داره برای اینکه بتونه این بودجه رو بگیره. ولی یادمون باشه که درست 10 روز پیش وقتی که جلوی دوربین‌ها با رهبران کنگره مخصوصا دموکرات‌ها یکی به دو میکردن و بحثشون بالا گرفته بود، آقای ترامپ و حداقل کاخ سفید چند روز بعدش گفت که حاضره فعلا یک بودجه موقتی که 2-3 ماهی کار دولت رو ادامه بده، پرداخت‌ها انجام بشه رو بپذیره و بعد وارد دوباره بحث دعوای مرز بشه، ولی نظرش رو تغییر داد روز پنجشنبه و به تبع این وضعیتی که الان می‌بینیم درش هستیم آغاز شده و نزدیک ببخشید بهمن با ما باش. گزارشی داریم از همکارم شهریار سیامی در این مورد، برمیگردیم به تو. این رأی‌گیری در سنای آمریکا با تمام رأی‌گیری‌های دیگر تفاوت دارد. اگر طرح رئیس جمهوری برای ساختن دیوار مرزی تصویب نشود، دولت تعطیل خواهد شد. اینجا 47 رأی جمهوری خواهان در مقابل 47 رأی دموکرات‌ها برابر می‌شود. طرح دولت ترامپ برای ساختن دیوار مرزی از تصویب مجلس نمایندگان گذشته، اما برای تصویب در مجلس سنا به 60 رأی موافق نیاز دارد. چند بار رأی‌گیری تکرار شد. همانطوری که هفته پیش هم به آقای ترامپ گفتیم، طرح دیوار مرزیش در سنا به 60 رأی موافق احتیاج داره. الان 50 رأی هم نداره. این کاملا روشنه. دموکرات‌ها 3 پیشنهاد ارائه کردن تا دولت به کارش ادامه بده و تعطیل نشه. بعد از گفتگوهای طولانی بین نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه و رأی‌گیری‌های مجدد، طرح آقای ترامپ رأی نمی‌آورد.
رئیس جمهور هم کوتاه نمیاد. دولت تعطیل میشه، کار دیگه ای از دستمون بر نمیاد چون رأی دموکرات ها لازمه. ساختن دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک به 5 میلیارد و 700 میلیون دلار بودجه احتیاج دارد که باید در کل بودجه سال آینده تصویب شود. حالا نه نمایندگان سنا کوتاه میان نه رئیس جمهور. نتیجه آن تعطیلی دولت از نیمه شب جمعه است. یعنی اینکه یک چهارم وزارتخانه و سازمانهای دولت فدرال، یعنی از 15 اداره 9 اداره مانند وزارتخانه مسکن، امنیت داخلی، کشاورزی، امور خارجه و دادگستری تعطیل هستند. 380 هزار کارمند دولت مجبور هستند مرخصی بدون حقوق بگیرند. 420 هزار کارمند که کارشان ضروری تشخیص داده شده مجبورن بدون حقوق کار کنند. این وضع هم تا یکی از دو طرف مجلس سنا یا رئیس جمهور کوتاه نیاید ادامه خواهد داشت. نتیجه آن 1,200,000,000 دلار هزینه در هفته خواهد بود. به این معنی که در کمتر از 5 هفته تعطیلی هزینه دیوار مرزی ترامپ در دعوای دو طرف هدر می رود. تعطیلی طولانی دولت آمریکا تاثیر منفی بر بازار بورس نیویورک می گذارد و میانگیر ارزش شاخص سهام داو جونز که یک شاخص عمده بازار بورس است هر هفته 6.8% سقوط می کند. در وضعیت حاضر که کارشناسان اقتصادی شروع یک رکود جهانی را هشدار می‌دهند، تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند این رکود را محتمل‌تر کند و بر اقتصاد کل جهان تأثیر منفی بگذارد. البته احتمالاً حداقل 2 کشور در جهان از تعطیلی طولانی دولت آمریکا هیچ ضرری نمی‌بینند: کره شمالی و ایران. شهریار سیامی، بی بی سی. بهمن، پیامدهای اقتصادی زیادی داره، فشار زیادی بر خیلی ها داره وارد میشه. این تعطیلی ادارات چه پیامدهای سیاسی برای خود آقای ترامپ خواهد داشت؟ چقدر برای او ضربه هست؟ بسته به این داره که اکثریت چه کسی رو مقصر این وضع بدون. اکثریت مردم آمریکا و افکار عمومی در موارد پیشینی که منجر به تعطیلی دولت شده قضاوت‌های متفاوتی کرده. بعضی وقتا گفتن در نظرسنجی اکثریت گفتن این کنگره بوده که باید بیشتر انعطاف نشون میداده، بعضی وقتا رئیس جمهور. این بار یه مقداری کار برای آقای ترامپ سخت‌تره. اولا اینکه سومین بار است که این از زمانی که به قدرت رسیده تعطیل میشه، دولت بخشیش تعطیل میشه، و دومی که خود او در اون جلسه که بهش اشاره کردم قبل از گزارش که جلوی دوربین‌ها با رهبران دموکرات بحث شده بود گفت که من کاملا افتخار میکنم که دولت بسته بشه برای اینکه به هدفم برسم. در نتیجه یه مقداری به گردن دیگران انداختن رو، به خصوص به گردن دموکرات ها انداختن رو اینجا برای آقای ترامپ سخت میکنه. وقتی جلوی دوربین ها گفته که بله من مسئولیت بسته شدن بخشی از دولت رو به عهده میگیرم، ولی خب تلاش رو داره آقای ترامپ میکنه. الان هم در شبکه اجتماعی توییتر دیروز و هم امروز مکرر حرفش این بوده است که این دموکرات ها هستن که حاضر نشدن یه پولی مختصری بدن برای مرز و دیوار و منجر به تعطیلی دولت شدن. به هر حال باید صبر کرد که اولا ببینیم چند روز طول میکشه، ولی هرچه طولانی تر بشه مشکل و تقصیر بیشتر معمولا متوجه دولت و شخص رئیس جمهور هست تا کنگره. ولی به هر حال باید دید که در این دعوای سیاسی کدوم یک از طرفین میتونن بیشتر طرف مقابل رو در افکار عمومی مقصر جلوه بدن و بگن اونها بودن که عدم انعطافشون منجر به این وضع شده. خیلی کوتاه خبری دیدم نوشته بود که آقای ترامپ ممکنه به همین خاطر به تعطیلات کریسمس نره، درسته؟ باید دید که سفرش رو انجام میده یا نه، ولی به هر حال اینم از نظر سیاسی خیلی وجه خوبی نداره، چهره خوبی نداره، که صورت خوبی نداره که شما رئیس جمهور آمریکا در تعطیلات باشه، گلف بازی بکنه، به خصوص در اون قصری که در فلوریدا داره و در مقابلش 420 هزار کارمند دولت حتی حقوقشون رو نگیرن، از جمله سربازان آمریکا. در نتیجه ممکن است که تو محاسبات سیاسی به این وضع، به این شرایط هم فکر کنن و ترجیح بده که نره به فلوریدا. بهمن، خیلی ممنون. بهمن کعبسی از نیویورک با ما بود. یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا میگوید به نظر میرسد تعدادی از کشورهای خارجی از جمله روسیه، چین و ایران بر انتخابات میاندوره‌ای آمریکا تأثیر گذاشتند، اما شواهدی مبنی بر نفوذ آنها در سیستم رأی‌گیری آمریکا وجود ندارد. دن کوتس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در بیانیه گفته که این 3 کشور فعالیت‌هایی از جمله کمپین فرستادن پیام راه انداخته بودند
که هدف اون ترویج منافع استراتژیکشان در آمریکا بوده. ایران، چین و روسیه این اتهام را رد کردند. همزمان با ورود یک ناو هواپیمابر آمریکا به آب‌های خلیج فارس، نیروهای زمینی سپاه پاسداران ایران یک مانور نظامی در جزیره قشم و آب‌های اطراف آن برگزار کردند. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، گفته که اصول و راهبرد نظامی ایران هم دفاعی است و هم تهاجمی. نیروی دریایی سپاه حدود 6 ماه پیش هم در خلیج فارس مانوری برگزار کرد. این اولین بار است که بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران یک ناو هواپیمابر آمریکایی وارد خلیج فارس می شود. گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام فوری او درباره وضعیت زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی در ایران شده است. در این نامه تاکید شده که بازداشت‌های خودسرانه، محروم کردن از حق درمان و نبود دادرسی در دادگاهی عادلانه، نقض فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است. دادستان زاهدان میگوید که 4 نفر به ظن داشتن مسئولیت در آتش‌سوزی اخیر در یک مدرسه بازداشت شدند. به گفته علی موحدی راد، این 4 نفر مدیر و معلم این مدرسه و 2 کارشناس آموزش و پرورش هستند که در ماه‌های اخیر از این مدرسه بازدید کرده بودند. در آتش سوزی این مدرسه 4 کودک جان خود را از دست دادند. حمید باقری درمنی که رسانه‌های ایران از او به عنوان سلطان قیر نام می‌برند، امروز صبح اعدام شد. آقای باقری درمنی به تشکیل باند کلاهبرداری و انجام اقدام‌های مجرمانه متهم شده بود. او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه و در پایان جلسات این دادگاه به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال محکوم شد. آقای درمنی به رأی صادر شده اعتراض کرد، اما دیوان عالی ایران هم حکم اعدام او را تایید کرد. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ایران، از ازمیر ترکیه با ماست. آقای آزرمی، شما چه فکر کردید وقتی خبر این اعدام رو شنیدید؟ خب به نظر خیلی غافلگیر کننده نبود، چون بعد از اون نامه‌ای که رئیس قوه قضاییه به رهبری نوشت و در واقع خواست که دستش بازتر باشه برای برخورد با فساد اقتصادی و تخلفات اقتصادی، ما پرونده سلطان سکه رو داشتیم و حالا این دومین سلطانی هست که در واقع داره به این سرنوشت دچار میشه. ما اگر کمی به عقب نگاه بکنیم، این فرد هم مانند در واقع اون آقای مظلومی که اعدام شد، باز سابقه داره. 2 بار در سالهای 85 و 88 به دلیل معوقات بانکی، قاچاق کالا و موارد مشابه زندانی میشه و خیلی راحت در واقع بدون اینکه چندان در زندان بمونه بیرون میاد و دوباره فعالیتاش ادامه میده. عمده شرکای تجاریش هم شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بودند، مانند نام بانک ملی در واقع در شوکات هست، نام بیمه ایران در شوکات هست و یه شرکت پالایش نفت جی که در واقع غیر ایشون از اون شرکت خریداری می‌کرده که اون هم زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است. به نظر میاد این فرد هم در واقع در این جو جدیدی که ایجاد شده برای برخورد با فعالین و مفسدین اقتصادی دچار اون موضوع شده. حاشیه مهم هم شاید اون نامه‌ای باشه که ایشون 3-4 روز قبل از اعدام به رهبری نوشته و اعلام کرده که قربانی شده به دلیل همون جلسه بسیار متشنجی که در دوره آقای احمدی نژاد در مجلس برقرار شد و اون فیلمی که آقای احمدی نژاد از دیدار آقای فاضل لاریجانی و در واقع آقای رئیس 60 رئیس مدیر عامل 60 در واقع منتشر کرد. ایشون اعلام کرده که قربانی اون قضیه شده، چون ظاهرا در ترتیب دادن اون جلسه ایشون دخالت داشت. این بگیر و ببندها اعدام چقدر میتونه واقعا کارگشا باشه؟ این شرایط اقتصادی کشور رو که میدونیم و 40 سال هم هست که اعدام چیز تازه‌ای در ایران نیست.
تونسته این اعدام ها کاری پیش ببره، یعنی میتونه مردم حداقل میتونن امیدوار باشن که مثلا این اعدام بتونه سر و سامانی به وضع اقتصادی بده؟ نه متاسفانه، همونطور که شما هم اشاره کردید توی صحبتتون، خب این قضیه مکررن تکرار شده در دوره هایی که به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی و در واقع ناکارایی خود حاکمیت و در زمینه سیاست گذاری اقتصادی فضای رانت و ایجاد زمینه فساد صورت میگیره، خب افراد مشخصا در واقع میتونن از این فضا استفاده بکنن و بعد خود دولت که در واقع بنیانگذار این قضیه هست میاد برخورد میکنه به اسم مبارزه با فساد و مبارزه با احتکار و گرانی. این چندین بار در واقع در ایران ایجاد شده، خود حاکمیت مشکلات اقتصادی رو ایجاد میکنه و بعد در واقع به مبارزه با معلول میپردازه، نه مبارزه با علت که خب جدیدن خیلی هم روش بحث شده، مسائلی مانند تورم و مسائلی مانند دیگه در همه جای دنیا حل شده، منتها اینها به دلیل سیاست‌های نادرست ایجاد میشه و بعد برخورد با افراد صورت میگیره که مطمئناً باز هم نتیجه بخش است. خب این سوال واقعا پیش میاد که کسانی که متهم به اخلال در وضع اقتصادی هستن، کلاهبرداری اینها هستن، آیا اعدام براشون یک مجازات مناسبی است؟ خب این بحث حقوقی است، باید دید واقعا چه در واقع جرمی برای اونها دیده شده، منتها همونطور که من در بخش اول صحبتم گفتم به نظر میاد این جریان جدیدی که به راه افتاده بیشتر بعد از اون نامه و اون کسب مجوز قوه قضاییه از رهبری است که با توجه به التهابات شدید اقتصادی در بازارهای مختلف، وضعیت در واقع نابسامان اقتصاد کلان کشور، با این گونه بگیر و ببندها و برخوردها شاید کمی وضعیت رو آروم بکنه، منتها ریشه قضیه چون در مسائل اقتصادی است، برخورد امنیتی مطمئنا موضوع رو حل نخواهد کرد و کار آنچنانی پیش نخواهد. آقای آذرمی خیلی ممنون از شما. آرش آذرمی بود، کارشناس اقتصاد سیاسی از ازمیر ترکیه، خیلی ممنون. با اعدام حمید باقری درمنی امروز در برنامه هشتگ شما میپرسیم آیا مجازات اعدام برای جرائم اقتصادی باش موافق هستید؟ فکر میکنید عدالت در دادرسی های اینچنینی رعایت میشود؟ به نظر شما اعدام های اخیر تا چه اندازه ممکن است مشکل فساد اقتصادی در ایران را حل کند و چرا با وجود مجازات های سنگین همچنان شاهد پرونده های بزرگ و جنجالی فساد هستیم؟ برای اینکه نظر شما را بشنویم از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه می‌دهیم. در آمریکا بخشی از ادارات و خدمات دولتی به علت تصویب نشدن قانون بودجه در کنگره از نیمه شب تعطیل شد. حمید باقری درمنی که رسانه‌های ایران از او به عنوان سلطان قیر نام می‌برند امروز صبح به دار آویخته شد. او به جرم فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده. در ادامه برنامه دادم و از اون همه پسریش که قبول نشد من قبول شدم و خلاصه شدم کلی ذوق که رفتم تو تیر بدل کنیم. اولین بدلکار زن ایرانی میگوید چطور قالب‌های سنتی را شکسته. ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز آغاز شد، ولی هیچ کس در این اولین روز ثبت نام نکرد. به گفته یک کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکنون 23 نفر بسته فرم‌های انتخاباتی را دریافت کردند. این انتخابات قرار است در بهار برگزار شود. کمیسیون انتخابات اعلام کرده که فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات 3 هفته دیگر اعلام خواهد شد. نسرین نوا خبرنگار ما از کابل با ماست. نسرین جزئیات بیشتر چه میدونیم؟
بله، امروز رسما ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. اگرچه بسته‌های انتخاباتی یا فرم‌ها از دو روز پیش هم به شکل آنلاین در دسترس قرار گرفته بود از طریق سایت کمیسیون انتخابات افغانستان، اما امروز تعدادی از نامزدها، همونطور که گفتیم 23 نفر، از نماینده‌هایشان برای دریافت این بسته‌های انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کرده بودند. در میان این 23 نفر چهره‌های مطرحی هم دیده میشه، از جمله رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، انورالحق احدی، وزیر پیشین مالیه و سفیر پیشین هند در افغانستان، محمد عبدالی، کسانی هستند که از چهره‌های برتر سیاسی در افغانستان شناخته شدند. در کنار این، نامزدهای دیگه هم برای دریافت این بسته‌ها مراجعه کردند. البته باید به خاطر وضاحت بگویم که این بسته‌ها هم طرز عمل و معلومات هست، هم فرم‌هایی هست که همه نامزدان و معاونینشان باید تکمیل بکنند، مثلا فرم صحی یا فرم ثبت دارایی. و در کنار این، نامزدها باید 100 هزار شناسنامه‌ای که استیکردار هست، برچسبدار هست، از 20 ولایت جمع‌آوری بکنن و با تکمیل کردن این فرم و 100 هزار تذکره و واجد شرایط شناخته میشن. در صورتی که طبق قانون انتخابات بعضی شرایط دیگر هم داشته باشن، میتونن طی 11 روز آینده به کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام با حضور دو معاونینشان مراجعه بکنن. یعنی تو این 11 روز باید 100 هزار امضا جمع کنن؟ هدف این هست که هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون باید 100 هزار شناسنامه‌ای که استیکر داره، قبلا ثبت و راجستر شده در دوره انتخابات پارلمانی قبلی، تهیه بکنن و ارائه بدن به کمیسیون. این جزی از قانون هست. البته طی این 11 روز نه، به احتمال زیاد خیلی از نامزدها از قبلا این کار را شروع کردن، اما طی این 11 روز باید این بسته ها را تکمیل بکنن و به کمیسیون به خاطر ثبت نام مراجعه بکنن. خیلی ممنون. نسرین نوا از کابل با ما بود. متشکرم. برای طرفداران فیلم‌های اکشن همیشه سوال بوده که هنرپیشه‌هایی که دستمزدهای بالا دارن تا چه حد خودشون رو به خطر می‌اندازن. آیا اونها هستن که خودشون رو از جایی پرت می‌کنن یا وارد یک زد و خورد میشن؟ البته خیلی از این کارها رو بدلکارهای سینما می‌کنن، شغلی که برای خیلی‌ها شغلی مردانه را تداعی می‌کند که لزوماً اینطور نیست. فرن تقی‌زاده گفتگو کرده با مهسا احمدی درباره این کلیشه ذهنی. بدل کار زن الان نمیتونم بگم داریم، نمیتونم بگم نداریم. اینجوری به هم ندادن، اینجوری بزرگ شدم که واسه هر چیزی که میخوام باید بجنگم. اولین زنی که توی ایران سقوط آزاد خرید، چقدر من جنگیدم تا به اون جایی برسم که بتونم توی ایران به عنوان اولین زن بعد از افتادم بفرم، چه به عنوان اولین زن بعد از افتادی که توی ایران جلوی دوربین رفتم. رفتم گفتم که آقا من میخوام بدل باشم، بعد اونم یه نگاه کرد گفتم تست دارم، بیا قبول شدی بیا بدل کاش، بیا تمرین کن، به قول نمیدم ببرمت سر کار، سرتون برداری. خلاصه رفتم تست و دادم و از اون همه پسریش که قبول نشد من قبول شدم و خلاصه شدم کلی ذوق که رفتم تو تیم بدل کاری. کلن که توی ایران که خیلی بیشترین نقشام بدل مردا بودم، خیلی خب بدل زنم بودم، ولی خب مثلا خیلی کم پیش میاد فیلم به اسم فیلم اکشن که یه زن توش اکشن کار کنه نداشتیم، نداریم هنوزم همچین. دیگه شدم بدلکار و بدلکاری خارج از ایران شروع شد. کشور ترکیه هم مثل کشور خودمون بدلکار زنی نداشتن. اولین فیلم هالیوودی که کار کردم فیلم اسکای فال جیمز بوند.
صحنه اکشن های فیلم جیمز باند نامینیت شد واسه سکرین اکتور گیلد آوارد که بعدش جایزه رو گرفت و هر سال چند نفر رو کاندید میکنن که یه نفر اون جایزه کریستال که به عنوان بهترین بدلکار زن سال میشه اون جایزه رو میگیره. که خب من اون سال واسه فیلم بنگ بنگ کار کرده بودم، چند تا فیلم ایرانی بود که کارهای مثلا تصادفه با ماشین و کارهای باحالی بود. اولین و تنها بدلکاری هم که از یه کشور دیگه کاندید شدم و برنده جایزه شدم، تنها خارجی هم که این جایزه رو گرفتم. این که من فکر میکنم خیلی نترسم، برعکس خیلی ترسوام، خیلی از همه چی میترسم و خیلی پوینت مثبتیه واسه این که حواسم رو جمع میکنم که هیچ اشتباهی توی کارم نداشته باشم. همیشه این توی ذهنم هست که پیش خودم میگم کار من، حرفه من، اولین اشتباه هم میتونه آخرین اشتباه هم باشه. مهسا احمدی بود، بدلکار زن ایرانی. نسخه طولانی تر این گزارش رو در برنامه 60 دقیقه امشب میتونید ببینید. تأثیر ورزش روی سلامت بر کسی پوشیده نیست. ورزش میتواند خیلی از بیماری ها را تا حدی کنترل کند یا حتی برطرف کند، چیزی که پدر یک نوجوان مبتلا به اوتیسم اسمش رو معجزه گذاشته. معجزه‌ای که تونسته زندگی پسر نوجوانش رو به طور کامل تغییر بده. گزارشی از جولیت پارکین. آنچه در این تصاویر می‌بینید اعتماد به نفس و تمرکز و یک نوجوان ورزشکار است. اما یک سال پیش ایشا سانتو یک انسان کاملاً متفاوت بود. ناسازگار بود و بدون اعتماد به نفس. حتی نمی‌خواست با کسی تماس چشمی داشته باشه و با غریبه‌ها و کسایی که قبلا ندیده بود صحبت نمی‌کرد. اما الان یه آدم متفاوت. پدر ایشار سال گذشته برای پسرش که اوتیسم دارد و دوره‌های آموزشی ویژه نیاز دارد تقاضای کمک کرده بود. او که نمی‌توانست او را از بازی‌های کامپیوتری دور کند، می‌گوید کاراته توانسته زندگیش را به طور کامل تغییر دهد. اعتماد به نفسش رو به دست آورد و از برقراری تماس چشمی و یا دست دادن و آشنایی با دیگران خیلی خوشحال میشه. به راحتی جلو میاد و سلام و احوال پرسی میکنه. او در این مدت مدال‌هایی گرفته. ایشار با ورزشکاران دیگر که اختلال یادگیری دارند در نوع ویژه‌ای از مسابقه کاتا شرکت میکند و پیروزی‌هایی هم داشته. از جمله مدال برنز قهرمانی جهان را به دست آورد. قهرمان اروپا شدم و نفر سوم در مالتا. و مدال طلا در رومانی که دو هفته پیش گرفتم. معلم ایشار 45 سال تجربه کاری در ورزش دارد و عضو کمیسیون جهانی این رشته از کاتاست. او کتابی درباره قوانین بازی نوشته تا فضای عادلانه با توجه به توانایی‌های افراد فراهم کند. البته او انگیزه های دیگری هم دارد. مدال خیلی هم فوق‌العاده است. اونا واقعا معیار سنجش خیلی خوبی برای اونا و برای ما هستن. اما به نظر من بخش عملی کارم خیلی مهمه و با این حساب میتونیم امیدوار باشیم که این آموزش‌ها باعث بشه که دیگه کسی نتونه افراد دارای اختلال یادگیری رو اذیت کنه. هدف اصلی ایشار این است که روزی کاراته را آموزش دهد، اما اکنون تمرکز او بر این است که کمربندهای بالاتری بگیرد و سال آینده بتواند قهرمانی جهان را از آن خود کند. جولیت پارکین، بی بی سی نیوز، وست‌مورلند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که با ما هستید. تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.